سلام سلام سلام، خوش اومدید به کرای و ادبیات سیاوش بازوکی. دمتون گرم دمتون گرم. ایول امروز یه روز فوق العاده داریم دیگه، انقدر قشنگه امروز، انقدر خفنه امروز، اصلا نمیتونم بگم چقدر خفنه. ممکن اصلا خودتو چنگ بزنی، نمیدونم گریه کنی، اصلا یه چیزای عجیب غریبی میخوام بگم. هیچ جا نمیگن، هیچکی نمیگه، اصلا مریض میشی امروز. امروز روز مریضیه تو کلایو. ببین قراره که باهات چیکار بکنم. امروز خیلی حرفای قشنگی دارم، خیلی حرفای مهمی دارم. درس 1 12 با ستایش ما شروع کنیم، تو هر جا که بشه میریم جلو. برنامه‌ای نداریم که تموم کنیم. برنامه‌ای که تو بهترین حالت ممکن خودش درس بدیم. تمامی نکات، کامل‌ترین نکات. یه عالمه آدم تو این مملکت درس 1 12 میدن. سیاوش پازوکی هم میخواد درس 1 12 بده. بشین نگاه کن. بیا بریم سراغش، ببینیم چه خبره. بسم رب شهدا و صدیقین، ستایش درس 1 12. ایشالله که این بچه ها همه نتیجه بگیرن. بریم بهتر کنیم به حق علی. میگه ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. بیا ببین چه حرفای مهمی برات دارم. این ستایش همش در مورد خداست، پس بدونید داریم با خدا صحبت میکنیم، مخاطبمون خداونده. بیا بریم همون بازی قبلی که جمله میشمردیم و این بازی ها رو تکرارش کنیم. میگه ملکا، یادت دادم دیگه، ندادم بابا، گفتم هر موقع حرف ندا و منادا داری بازیت اینه که یه دونه شبه جمله هم داری. میگه ملکا ذکر تو گویم، آقا ذکر تو میگویم، این مگه خودش یه جمله نیست؟ چرا؟ که تو پاکی، یعنی پاک آهان هستی. این همون یهی که بهت یاد دادم، بهش گفتیم یه اسنادی. خدایی یعنی خدا هستی، بازم این یه همون یه چیه؟ اسنادی. حالا بیا اینجا میگه نروم جز به همان ره، اینم یه جمله، که تو هم راه نمایی، اینم یه جمله دیگه. بیا بریم فعلامونو خف کنیم. ملکا که شبه جمله است، خب فعل مل نداره، اما ذکر تو گویم یه دونه. پاکی پاک هستی، خدایی خدا هستی، نروم فعل اول اومده. واسه من جواب بده ببینم، وقتی فعل اولین کلمه یه جمله تو میشه چه اتفاقی میفته؟ باریکلا، گفتیم شیوه ما میشه شیوه بلاغی یا به قولی بلاغی. گفتیم فعل هر جایی جز آخرین کلمه جملمون باشه شیوهمون بلاغی میشه. فقط وقتی فعل آخرین کلمه جمله است شیوه عادیه. حالا بیا اینجا میگه که تو ام راهنمایی، یعنی بازم راهنما هستی. اینا شد افعال ما، شیوهمونم بلاغی. بیا بریم معنی کنیم. میگه خدایا ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. دو تا بحثه. یک، خدایا من فقط ذکر و یاد تو رو میگویم. دوما، نمیرم راهی جز راهی که تو به من بگی. پس من دو تا مفهوم برات مینویسم. بچه ها ما در سال 12 مینویسیم مفهوم ها رو. فارسی دارم صحبت میکنم، می‌نویسیم، بخاطر اینکه سال 12 برای اکثرتون جدیده. یک، ذکر و یاد خداوند، پس ذکر و یاد خدا رو میگیم. اما دو، میگه نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی، یعنی خداوند راه نمای ماست. سر بالا من نگاه کن آقا، این یعنی چی؟ این یعنی اهدن از صراط المستقیم، خدا راه درست رو به ما نشون میده. آقای پازوکی نوشتی واسه اون؟ آره، این پایینه. میگه اهدن از صراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن. این از این. اما بیا بریم در مورد مفهوما بیشتر تو بیتا صحبت کنیم. بیت اول ببین، میگه بن مای رهی که رهنماینده تویی. میگه یه راهی خدا جلوی پای ما بذار، اگر قرار باشه کسی راه به من نشون بده اون فقط تویی. باریکلا. پس وقتی رهنماینده یعنی رهنشان دهنده خداست، پس ما بازم مفهوم دومو داریم، خداوند راهنمای ماست، اهدنا الصراط المستقیم. بعدی رو نگاه، میگه طلبکار تو هم در جان و در دل، نباشم یک دم از یاد تو غافل. آها، نباشم یک دم از یاد تو غافل یعنی چی؟ ذکر و یاد خداوند رو گفتن. میفهمی چی میگم؟ دستت درد نکنه. آیا بازوگی همه بیتا رو میخونیم؟ نه هرگز، همیشه اتفاق نمیفته. من که خیلی برام اهمیت داشته باشه، تا جایی ادامه میدم که بدونم مخاطبی که روبرومه فهمید. بیشترش دیگه اضافه کاریه در لحظه. اما بریم جلو. کادر بعدی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. بیا اینجا ببین چی میگم. آقا همه درگاه تو جویم یه جمله، همه از فضل تو پویم دو جمله، همه توحید تو گویم سه تا، که به توحید سزایی شد چهار تا. بریم فعل خف کنیم. فعل اول جویم، پویم، گویم، سزایی یعنی سزا هستی، یه اسنادیه.
اگه دقت کنی فعلا همه اومدن کجا بابا؟ آخر. پس شیوه‌مون چیه؟ بلند بگو. آباری کله عادی. فعل آخرین کلمه جملت بود. پس شیوه تو چیه؟ عادیه. اما بیا اینجا نگاه کن چه حرفی دارم. یه لغت داریم خیلی مهمه. پویم، پوییدن. حرکت به سمت مقصدی برای به دست آوردن چیزی، جستجوی چیزی، تلاش، رفتن، جستجو کردن. حالا فرق تو که اومدی سر کلاس پازوکی بعد با بقیه چیزی باشه. اینا همه جا هست. پوییدن معنی برخاستن و بلند شدن هم میدهد. برو برای رفیقات تعریف کن، به معلمت هم بگو یه نکته بیشتر بلد باشه، به دردش میخوره. به نظرم چهار تا هم که جمله داریم، قبول؟ این پویم و جویم و گویم و این هام که همه با هم چی دارن؟ جناس ناهمسان یا جناس ناقص. دیگه بگم همتون دیگه امپراتور آرای ادبی باشید با اون جلسات فوق العاده ای که تو آرای گوشیم. توی که جدید اضافه شدی برو فیلم قبلی‌ها رو ببین، به دردت میخوره بدبخت. حالا بیا ببین چی بهت میگم. آقای پازوکی مفهوم به چیه؟ میگه همه درگاه تو جویم. میگه خدایا من همش دنبال تو هم برای عبادت، همه از فضل تو پویم. من جلسه پیش بهت یاد دادم گفتم فضل دو باره معنی داره، یا فضل معنی بخشش میده استاد، یا فضل معنی علم و دانش میده. حالا اینجا کدومشه؟ همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. میگه من فقط از فضل و بخشش تو دارای حرکتم، یا به قولی تنها در پی فضل و بخشش تو هستم. فقط توی که راهنمای منی و فضل و بخشش و نمیدونم رحمت تو، مهربونی تو شامل حال من میکنی. اما اصل بازی، کثیف‌ترین قسمت درس اینجاست. همه توحید تو گویم. آی پازوکی یعنی چی؟ همه توحید تو گویم؟ یعنی منم که فقط میام با تمام وجودم ستایش میکنم یگانگی تو. آقای سائلی قطعا تو دینی بهتون یاد داده توحید یعنی چی؟ یعنی خدا یه دونه است. خدا احد واحد یه دونه است. قل هو الله احد. بیا اینجا، اینجا برات نوشتم ها. سرت میگی بالا؟ آباریکالله. آها، قل هو الله احد، بگو خدای یگانه است. تکه. من بس مینویسم. مفهوم اصل کاری یک بازیمون همه اینجاست. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. آقای پازوکی سزا یعنی چی؟ سزاوار، شایسته، لایق. میگه فقط تویی که سزاوار و شایسته توحید و ستایش هستی. پس مفهوم شماره یکمون رو مینویسیم. خداوند یگانه، یکتا و احد است، یا به قولی واحد است. اینا رو می‌نویسن که تو ذهنت بشینه ها. احد و اینا لفظای درستی نیست ولی تو ذهن تو خوب میشینه. ببین مفهوم دومی هم داریم ها، حاجی اشتباه نگیری ها. یه مفهوم دومی هم داریم. کجا آقا؟ اینکه همش دنبال خدا، همش از فضل و بخشش خدا من میخوام چیز زیاد دست بیارم. پس این فضل رو بنویس بخششه. خداوند رو هم داره میگه. حالا بیت اول میگه زهی وحدت. زهی میدونی یعنی چی دیگه؟ آفرین. زهی وحدت که مویی در نگنجد، در آن وحدت جهان مویی نسنجد. استاد میدونی مویی نسنجد یعنی چی؟ همون خودمونیش میشه مولا درزش نمیره. میگه آها، در یگانگی و وحدت خداوند مو نمیتونی پیدا کنی اشتباه. یعنی همه چیز سر اندازه درست سر جاشه، مواظبش باشید. وقتی میگه دو ایران نیست در نزدیک تو راه، یعنی دوتا بودنی به نزدیکی خداوند هم نمیرسه. یه دونه است تمام، دوتا بودن نزدیک هم بهش نمیشه. جبسه بهش نسبت بدیم. دوزاری افتاد بابا، مرسی. بریم بعدی. آقای پازوکی چقدر شلوغه این بیت، گوش بده، خیلی حرفای قشنگی دارم. میگه تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. همینجا من خوشگله رو باز کنم، میدونی منظور از خوشگله صفحه سفیدمه. تو صفحه سفید نکته خفن داریم. سر بالا بیا اینجا. سنا، سنا، سنا با املای بالا معنی پرستش و ستایش میده. سنای پایین یعنی نور، یعنی روشنایی. تفاوت املایی و معنایی این دوتا رو تو رو قرآن مواظب باش. پس سنا با املای بالا سر میبینی پرستش و ستایش معنی میده. ثنای پایی معنی نور میده. میگن ثنایی غزنوی شاعر بوده، اسمش از این اومده دیگه. ثنایی از این ریشه است. حالا بیا اینجا با من باش، برگردیم سر جامون. بیا نگاه کن، بریم جمله بشماریم. میگه تو حکیمی، یعنی تو حکیم هستی. تو عظیمی، تو عظیم هستی. تو کریمی، تو کریم هستی. تو رحیمی، تو رحیم هستی. تو نماینده فضلی، یعنی تو نماینده فضل هستی. تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنا هستی. چشاتو باز کن بدبخت. همه فعلات این آخری هست،
همه فعلاد این آخری هست. همه فعلاد این یای اسنادیه. حاجی یای اسنادی چی میخواست؟ مسند. یعنی وقتی میگم تو حکیمی، یعنی تو حکیم هستی. تو چطور هستی؟ آها، حکیم هستی. آباریکلا. پس همشون مسند میخواد. یعنی چی؟ بیا اینجا. حکیم پس میشه چی؟ مسند. تو عظیمی چطور هستی؟ عظیم میشه مسند. تو کریمی چطور هستی؟ کریم. کریم میشه مسند. تو رحیمی چطور هستی؟ رحیم مسند. نماینده فضل مسند. سزاوار ثنا مسند. پس بفهم همه فعلامون اسنادی بودن، پس نیازمند مسندن. لغت مهم بگو آقا، خون دماغ شیم، خیلی مهم باشه. زارت بیا تو کنکورمون. بیا اینجا. نماینده، آشکار و هویدا کننده، نشان دهنده. مواظبش باشید. این نماینده معنی سفیر و نماینده نمیده. این نماینده یعنی نشون دهنده. اونم همینه ها. ولی تو این متن مواظبش باش. اگه دقت کرده باشی میفهمی که فعل ما، جمله ما چند تا فعل داشت؟ 6 تا. 6 تا فعل اسنادی و پس 6 جمله هستش. مسنداتون هم براتون ردیف کردم. حاجی بیایید دو تا بگم، خون دماغ شی. حیف الان. نگاه کن، هول کن. هول کن. سزاوار، شایسته و درخور. اگه سزاوار رو معنیشو بنویسه شایستگی، هستی یا نیستی؟ شایستگی هم درسته یا غلط؟ آفرین، غلطه. شایستگی نمیشه. چرا؟ ما به هم یه قولی دادیم. قول دادیم تو سوال عذر میخوام. قول دادیم توی سوال لغت یه اسم و اسم معنی کنیم، یه صفت و صفت معنی کنیم. ما حق نداریم یه صفت و اسم معنی کنیم. یعنی چی بازوکی؟ سزا صفته، شایسته. فلانی سزاواره، فلانی شایسته است، فلانی در خود فلان چیزه. ولی نمیتونم فلانی چه شایستگیه؟ میشه گفت؟ نه. پس این صفت نیست. این بنده خدا چی بوده؟ اسم بوده و ما حق نداریم یه صفت یعنی سزاوار رو اسم معنی کنیم. پس قاعدتا باید مواظب این بازی هم باشی. آی پازوکی مفهوم چی بنویسیم حاجی؟ خیلی شلوغ پلوغ میشه، خیلی عجیب غریب شده. مفهوم این بیت بالاخره چیه؟ کدومشو مفهوم اصلی در نظر بگیم؟ بیا میخوام دو تا پارت درست کنم. یک، پشت سر من نگاه کن، خوب گوش بده. یک، میگیم حکمت، بزرگی، کرم و بخشش و مهربونی خدا. پس یک، بخشش، کرم، علم، همون حکیم بودن، بزرگی و رحمت خداوند که مفهوم جقله بازی ماست. یعنی این اون مفهوم مهمه نیست. مهممون کیه آی پازوکی؟ میگه تو نماینده فضلی و تو سزاوار ثنایی. میگه فقط توی که لیاقت ثنا داری، توی که لیاقت ستایش داری، هیچ کی دیگه لایق این نیست. پس می نویسم مفهوم شماره دو. من جا ندارم، میدونم، چون میخوام درست بنویسم. شما ببینید اینجوریه ها، شما تو کتابت خیلی تمیز و منظم میتونی بنویسی. پس مفهوم شماره دو، خداوند سزاوار و شایسته توحید و ستایش است. قبول آقا؟ بسیار عالی. بیا بریم بیت بخونی ببینیم یک یا دو. برو بریم. میگه به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم. میگه خدایا به لطفت، رحمتت، عفوت و کرامتت می نازم. آها، این یعنی چی؟ مفهوم شماره یک. یا مثلا بیت دوم میگه زهی رحمت، آفرین به رحمت تو. اما من نگاه بیت سوم ببین، میگه در دهان هر زبان که گردان است، ببین از ثنای تو اندرو جان است. میگه هر زبونی داره تو دهنی میگرده، داره ثنای تو رو میگه که جون داره اون بدن. ثنای تو رو نگه اون بدن مرده. آها، خداوند سزاوار و شایسته توحید و چیه؟ ستایشه. پس مواظبش باشید، ثنای خداوند رو داره میگه. بسیار عالی، فکر کنم فهمیدی. اما استاد ما یه بحثی داریم به نام شاه بیت. ما میگیم تو هر درسی یه شاه بیتی از طراح اونو دوست داره. این قابلیت سوال تر کردن داره. هر کتاب تستی اینو باز کنن از اون بیت سوال خیلی بیش از بقیه وجود داره. یه نگاه بندازی. بیت اصل کاری درس ما اینه. میگه نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. میگه خدایا من چی وصف کنم تو رو؟ هر چقدر من تو رو وصف کنم، هر چقدر من از تو بگم، بازم کم گفتم. من هر چی وصف کنم تو فراتر از اونی. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی. یقین دارم که بیشک جان جانی. این هم یه همچین فازی داره. نتوان وصف تو گفتن. نمیشه وصف تو رو گفت که تو وهم ما نمی گنجی، تو فهم ما نمی گنجی. نتوان شبه تو گفتن. شبیه تو هم وجود نداره چیزی. تو عقل ما جا نمیشه، اصلا وهم نمیتونیم بکنیم، خیال نمیتونیم بکنیم تو رو. پس ما به این میگیم عقل انسان توانایی وصف خداوند را ندارد. یا بنویس توصیف، بنویس ناپذیری خداوند.
خداوند رو که نمیشه وصف کرد، از عقل ما برتر و فراتره. بیا اینجا یه دقیقه نگاه کن بیچاره. میگه نتوان وصف تو گفتن، یه جمله، تو در فهم نگنجی، دوتا. نتوان شبه تو گفتن، سه تا. تو در وهم نیایی، چهار تا. بیم فعل خف کنیم. نتوان وصف تو گفتن، نتوان این، تو در فهم نگنجی، فعل. نتوان شبه تو گفتن، تو در وهم نیایی. استاد یه سری از بچه اصلا خنگ بازی در میارن، برمیگردن به من میگن آقا این گفتن، یا مثلا این یکی گفتن مگه فعل نیستن، چرا اینا رو جمله نشمردید؟ آقا جان گفتن، رفتن، خوردن، آشامیدن، بردن، اووردن، اینا که فعل نیستن، اینا مصدرن. فعلا رو اینا ساخته میشن، مصدرها همه اسمن. پس رفتن، خوردن، پوشیدن، بردن، اووردن، برخواستن، نشستن، اینا مصدرن، مصدرها اسمن. فعل فرقش با اینا چیه؟ فعل شخص داره. برویم، میروند، خواهیم رفت، میاییم. گرفتی چی شد؟ شخص داره. تو برو، تو، شما، آنها، ایشان، اینا برای ما کار انجام میدن. میفهمی چی میگم؟ این خیلی نکته حائز اهمیتیه برای من، دست شما درد نکنه. حالا بیا اینجا، پس اینا فعل حساب نمیشن و مصدرن. حالا بیا بریم سراغ بیتای زیرش، بعد میخوام یکی دو تا نکته خوشگلم بهت بگم. بیت اول، خیره از وصف تو روان و خرد، عاجز از مدح تو یقین و گمان. نمیشه خدا رو فکر کرد، نمیشه خدا رو فهمید، خیره میمونه وصف تو، در وصف تو روان و خرد ما، عاجز میمونه از مدح تو یقین و گمان. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، برتر از هر چیزیه، از هر چیزی که خیال کردی، قیاس کردی، گمان کردی، وهم کردی، از هر چیزی که گفتی، شنیدی، خوندی، خدا از همه اینا برتر است. یا بیت بعدی میگه نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غور صفاتش رسد. میدونی یعنی چی؟ حتما ما بنویسن یه چیزی دیگه. نه، میگه نه ادراک در کنه ذاتش رسد. کنه میدونی یعنی چی؟ ته، آخر، ریشه، بون. خیلی معنی میشه داد. میگه آقا نه ادراک در کنه ذاتش رسد. ادراک ما در ته ذات خداوند نمیرسه. آقا روشه رسد، خاک بر سر. میگه نرسد، یعنی نمیرسد. نه فکرت به غور صفاتش رسد، یعنی فکر ما به غور، بازم یعنی آخر و ریشه و بون و ته و این آخر، آخر ذات خدا و صفات خدا رو هم ما نمیتونیم بهش برسیم. وصف ناپذیری خداوند رو میگه. من عاشق این بیتم استاد. بیت پنجم میگه زنام و نشان و گمان برتر است. من نگاه، زنام و نشان و گمان برتر است. عاشق لفظ برترم. نگاه کن، برتر، ای برتر از خیال و قیاس و گمان. و هم هفته پیش به یاد دادم، گفتم هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، برتر از آنی، خدا فراتر از عقل ماست. منم حیران و سرگردان ذاتت، فرومانده به دریای صفاتت. دریای صفات اضافه تشبیه دیگه، صفات خدا مثل یه دریاست، من توش غرقم، هیچی نمیفهمم از خدا. لایو، کلاس لایو. نه در ایوان قربش وهم را بار، نه با چون و چرایش عقل را کار. عقل ما توانه فهم و درک خدا رو نداره. مرسی بیبی، دمت گرم. بیا بریم جلو ببینیم چه خبره. بریم کادر بعدی. اونایی که کتاب منو دارن صفحه 399 الان برو بریم. همه کوشی اینا، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری. اینجا رو درست کن. همه جودی و جزایی. من سفیدم و برداشتم این واو اضافه بوده، همه جودی و جزایی. حالا بیا بریم با هم جلو جمله بشمونیم. همه عزی یعنی سراسر ارجمندی و گرامی بودنی، جلالی یعنی سراسر شکوه و بزرگواری هستی، همه علمی سراسر علم و یقینی، یقین هستی، همه نوری سراسر نور هستی، سراسر سرور هستی، سرور یعنی شادی، همه جودی، جود یعنی چی بچه ها؟ اینجا نوشتم براتون، جود یعنی بخشش و سخاوت و کرم، کلمه مهمیه. و جزایی یعنی پاداش کار خوبمونم به همون میدی. آقای پازوکی چقدر جمله داشت؟ آره 8 جمله داشتیم. این 8 جمله ما دقت کنید فعلاش چی هن؟ همه عزی، عز هستی، جلالی، جلال هستی، علم هستی، یقین هستی، نور هستی، سرور هستی، جود هستی، جزا هستی. تا اینجا قبول؟
پس همه یه اسنادی دارن. هوی یه اسنادی چی میخواست؟ مسند. آواری کلا احتمالاً 8 تا فعل اسنادی داریم، 8 تام چی داریم؟ مسند که پازوک برات نوشته. عز و جلال، علم و یقین، نور و سرور، جود و جزا. مواظب باش همه ی حرفایی که زده یه طرف، یعنی من مفهوم دیگه نمیگم، نگاه کن، میگم مفهوم شماره یک تو یعنی خدا، سراسر عزت و شکوه و علم و اطمینان هستی، این یکت. اما ادامه یک دم بگیم بخشندگی و پاداش دهندگی و نشاط بخش بودن و فلا. اما پازوکی میدونی لهله چیو میزنه؟ منو نگاه کن، کوشیم اینی اونی، ببخشید، میدونی لهله چیو میزنم؟ لهله همه نوری، چیزی که اصلا بقیه نگاهش نمی کنن. وقتی میگم همه نوری یعنی خدا نوره. نوری رو کجا شنیدی؟ دین و زندگی. الله نور و سماوات و الارض، خدا نور زمین و آسمون هست. هر چی رو میبینم نشونه خداست. این تلویزیونه، این درخت، نمیدونم صندلی، میز، آدمه، فلانی رد شد، پازوکی، ساحلی، فلانی، اینا همه نشونه های خدا. حالا هر کی خوشگل تره نشونه های خدا رو زیاد داره. یکی ممکنه مثلا تو خیابون داره رد میشه، یکی رو میبینی آه چقدر خوشگله، چه قیافه‌ای داره، چه بر و روی داره، خب نشونه خدا رو زیاد داره. یه موقع هم یکی رو میبینی مثل ساحلی، ریخ نداره، بیریخته، این یعنی نشونه خدا رو کمتر از بقیه داره. میفهمی چی میگم؟ هر کی خوشگل تره. استاد مولانا میگه دیگه، نمیدونست؟ مولانا میگه هر چی خانوما خوشگل تر نشونه خدا درشون بیشتر. میگه دیدم جمال ماه رویان آینه حضرت خدایند. میگه خوشگلا رو که میبینم اصلا نشونه های خدا داره، اینو میریزه، داره میریزه، داره میریزه. آره یه همچین چیزیه. پس نور بودن خدا، من این چه چیز چرتی گفتم، منو ببخش خدایا. اما مفهوم دوم همین الله نور و سماوات و الارض، نور بودن خدا. پازوکی نور بودن خدا یعنی چی؟ یعنی خدا همه جا هست. بنویس بیچاره، یعنی خدا همه جا هست، نور زمین ها مثل نور پخش میشه همه جا میاد، خدا هم همینجوره. پس بنویسیم، من جا ندارم این وسط بنویسم، خداوند همه جا، ببخشید، همه جا هست. برمیگرده به تنظیمات کارخونه. بیا بریم جلو ببینم. میگه تو نوری در تمام آفرینش. استاد اولا گفته تو نوری، پس به نور بودن خدا و این آیه اشاره داره. بعد میگه در تمام آفرینش هم هستی، همه جا هست. یا میگه بشر ماورای جلالش نیافت. هوی ایکبیری این بسر این تا اضافه از خطش بزن. بشر ماورای جلالش نیافت، بسر منتهای جمالش نیافت. به زیبایی خدا کسی رو ندیدین، به جلال و بزرگی خدا ندیدین، به شکوه خدا کسی رو ندیدین. اما بیت سوم میگه تو آن نوری که اندر هفت افلاک وایسا. اولا میگه تو آن نوری، پس خدا نوره. بعد کجایی؟ اندر هفت افلاک، تو هفت آسمون میشه پیدات کرد. این یعنی چی؟ یعنی خدا همه جا هست، یعنی الله نور و سماوات و الارض. میفهمی چی میگم؟ مرسی، دم شما گرم. بیا بریم جلو. آقا یه شاه بیت دیگه داریم، خیلی مهمه، اصلا مریضیه. اینجا ببین حواستو جمع کن اکبری، اینجا باید تو این چته فعال باشی، یا تو این چته باید چی باشی؟ فعال باشی، بتره کنی. جواب میخوام تو این چته، پرسیدم بعد میرم چک میکنم و وحشی بازی در بیاری. میگه همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. سر بیار بالا ببینم، بریم جمله بشمریم. من نگاه کن یه دقیقه، ببین جمله ها رو هوا میشمرم، خط نمیکشم، دلیل دارم. بدون که چهار تا جمله است، خودت بلدی، بهتر از منم بلدی، بهتر از خیلی از معلمام الان یاد گرفتی. میگه همه غیبی تو بدانی، یک، همه عیبی تو بپوشی، دو، همه بیشی تو بکاهی، سه، همه کمی تو فضایی، چهار. شد چند تا جمله؟ چهار تا جمله. نمیخوام جمله ها رو خط بکشم، میخوام این دفعه مفاهیمم رو جدا بکنم. یعنی چی پازوک؟ بیا نگاه کن، همه غیبی تو بدانی مفهوم یکمه، نه جمله یکم. حالا همه عیبی تو بپوشی دومه، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی مفهوم سوممه. میدونم خودش دو تا جمله است، هول نکن. حالا بیا اینجا ببین چی میگم. مفهوم اول رو با این زرده مشخص میکنم، مفهوم بعدی رو با این سبزه مشخص میکنم. یه آبی اینجا خوشگلم داریم استاد، دوست داری آبی اینجوری؟ اینم چی؟ میشه مفهوم سومم. حالا بریم ببینیم باید چی کار انجام بدیم. اولا میگه همه غیبی تو بدانی، مگه با خدا نبودیم؟ میگه خدا همه غیبها رو میدونه. یعنی چی؟ یعنی چی غیبها رو میدونه؟ آها، یعنی همه چیزو میدونه، هرچی هست تو که میدونه. آها، هرچی نیست رو هم خدا خبر داره. همه غیبی تو بدانی، از غیب ها هم خبر داره. به این میگیم علام الغیوب بودن خداوند. خداوند علم غیب داره. بیا اینجا نگاه کن بابا، سر بالا سر بالا سر بالا. آی پازوکی ما میخوایم مفهوم ها رو ننویسیم چیکار کنی؟ بیا اینجا، من میگم یک، علام الغیوب بودن خدا، خداوند دانای غیب هاست. فقط جلوی این یکه یه چیزی باید بنویسی بابا،
بنویس دانای کل، همه چیز رو میدونه. اگه دقت کنی با اون رنگ زرد مشخصش کرده بودم. اینجا می زردم رو حفظ میکنم و شمارش هم یکه. تا اینجا قبول؟ بعد میگه سر توی بالا، بعد میگه همه عیبی تو بپوشی. آها، خداوند عیبها رو میپوشونه. پس خداوند گناهای، میدونی مثل کیه؟ خدا مثل مامانت میمونه. هر غلطی میکنی به بابای چی نمیگه. میدونی چی میگم؟ یه کارایی میکنی ایشکی نباید بفهمه و فلان اینا، بعد آها باریکلا مامانه یواشکی میپیچونه به بابات نمیگه، مثل خدا میمونه. ستارالعیوبه، عیبا و گناهاتو میپوشونه. پس مفهوم شماره دو همینجور که نوشتم، ستارالعیوب بودن خداونده. خداوند پوشاننده عیبها و گناهان ماست. بیا البته با این سبزه باید رنگش کنیم که ست بشه با بالا، قبول؟ اما مفهوم سوم این آیه شریفه و خفنیه که من قبلا هم باهاش صحبت کرده بودیم در موردش. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. آقای پازوکی، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا یعنی چی؟ یعنی خدا هر کی رو بخواد عزیز میکنه، هر کی رو بخواد ذلیل میکنه. سرت بالا مر نگاه. یعنی بلندی و پستی این دنیا دست کیه؟ خدا. بالا پایین این دنیا دست کیه؟ خدا. یعنی همه چی دست کیه؟ خدا. از تو خوشش میاد میبره بالا، از من بدش میاد میندازه منو پایین. این یعنی چی؟ عزت و ذلت، پستی و خاری، بالا و پایین این دنیا دست کیه؟ خدا. بچه‌ها من بهش میگم بیتای الله کلنگی. میفهمی چی میگم؟ بیت الله کلنگی یعنی چی؟ یعنی میگه یه عده رو داره میبره بالا، یه عده رو داره میاره پایین. یه عده خوشبخت دارن میشن، یه عده دارن همزمان چی میشن؟ بدبخت. بعد کار کاری کیه؟ کار کار خداوند است. حالا بیا اینجا نگاه کن. بیا بریم بیت بکشیم بیرون. اول عبارت ها رو بخونیم ببینیم یک دو یا سه. قبل اینکه چیزی بگم، این سه رو میخوام، این سه رو میخوام با اجازه دوستان کاملش کنم. بگیم عزت و ذلت دست خداست. عزت و ذلت تو این دنیا دست کیه؟ خداست. همه چی دست خداست. یه چیزی تو مایه قضا و قدر، تقدیر و سرنوشت ما، پستی بلندی دنیا دست خداوند است. قبوله بابا، مرسی. حالا بیا اینجا بریم بیت بکشیم بیرون ببینم چه خبره. بیت اول، ببین میخوام شماره بگی ها. ببین الان این عبارت اول میخوام ببینیم چی به چیه. تا من دارم نکاتشو میگم شما تو چت نوشتی این یک، دو یا سه. یک یعنی علام الغیوب، علم غیب داره، همه چیو میدونه. دو، ستار الغیوب، پوشاننده گناهانه. سه، عزت و ذلت دست خداست. برو بریم. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد. ناموس یعنی آبرو، شرف، پس اون فوش نیست، درسته؟ بعد فاحش هم یعنی آشکار، زشت، نمایان. میگه پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد، یعنی اگر یه گناهی کار زشتی میکنیم خدا آبرومون نمیبره، این پرده رو از بین نمیبره، پرده رو از رو گناهای ما بر نمیداره. میشه چطو چک کرد دیگه استاد، درسته؟ داریم چطو هستن؟ آره اومد دیگه. یک دو سه گفته که آها داره میاد، داره میاد، داره میریزه. میگه استاد امروز خوشگل شدی ولی کلا نذاشتی. نگاه کن ما چی میپرسیم. آها باریکلا، باریکلا. دو یعنی چی بچه ها؟ باریکلا دو یعنی صد تا روب، خدا پوشاننده یه گونه. باریکلا صد تا پارمیس نوشته، دست در نکنه پارمیس. مرسی بچه ها، بیا جلو. حالا بیا جلو. پس آقا وقتی میگیم آبرومون نمیبره یعنی دو، ستارالعیوب بودن خداوند. مرسی. بریم عبارت بعدی نگاه کن. میگه ارجمند گرداننده بندگان از خاری و در پای افکننده گردن کشان از سروری. ارجمند میکنه، یه سری رو میبره بالا، یه سری رو میندازه پایین. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، هر کی رو بخواد عزیز میکنه، هر کی رو بخواد ذلیل و پست میکنه. حالا بیا بریم رو تخت بزرگمون با هم دیگه بررسی کنیم بیتای دیگه رو. با من بنویسید، من دیگه رو تخت این تیکه رو نمینویسم. پاشو بریم اونور روی الی دیوال بیتا رو بخونیم. بیا اینجوری ببینم. میگه یکی را برآرد به ابر بلند، یکی زو شود زار و خار و نژند. نگاه کن منو. یکی را برآرد به ابر بلند، یکی زو شود زار و خار و نژند. یکی بالا، یکی پایین، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. تموم. بیت دوم، یکی را به سر برنهد تاج بخت، یکی را به خاک اندر آرد ز تخت. یکی رو میاره بالا، یکی رو میندازه پایین، تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا. سه بود. پس بیت اول سه، بیت دوم سه. گلستان کند آتشی بر خلیل. خب آتیش رو بر خلیل الله حضرت ابراهیم گلستان میکنه و سرد میکنه و خاموش میکنه. اما از اون ور میگه گروهی بر آتش برد ز آب نیل. یه سری از آب نیل در میاره میزه تو آتیش. پس یه ده خوشبخت یه ده بدبخت. چند؟ سه. بیت بعدی مهمه.
میگه بر احوال نابوده علمش بصیر. احوال نابوده رو علم خدا بهش بصیره، دانای بینای به علم. آها، همه چیز دانای کل یک، همه غیبی تو بدانی. بیت بعدیش، مصرع بعدیش، بر اسرار ناگفته لطفش خبیر. لطف خدا خبر داره از همه اسرار ناگفته. اینم از این. یا مثلا بیت بعدی میگه بر او علم یک ذره پوشیده نیست. علم یک ذره هم از بر خدا پوشیده نیست، همه چیزو میدونه دیگه، علام الغیوبه، علم غیب داره. اینم از این قسمت. پاشو بریم رو تخته اصلیمون کارمون رو ادامه بدیم. بیت آخر درس، البته این درس که میگم منظور ستایش است، هنوز کار خاصی انجام نشده. بگی منو. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. سر بالا. بچه ها برای من تو چت بزنید ببینم این شیوه بیت عادیه یا بلاغیه. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. فعل دومی چیه؟ بودش. با توجه به جایگاه فعل این آخر، این وسط، شیوهمون عادیه یا بلاغیه؟ آوری کلا میدونم که داری به من میگی الان شیوهمون چیه؟ بلاغیه، چون فعل کجا اومده؟ وسط اومده. مرسی. حالا بیا اینجا، این همون سنایی که استاد دنبالش بودی میگفتیم نور معنی میده. سنا روشنایی بلندی رفعت، همون تخلص سنایی غزنویه. بیتمون هم که دو تا جمله داشت، شیوهش هم که بدبخت بلاغی بود. حالا یه دقیقه گوش بده به معنی. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید. با تمام وجود سنایی، با تمام اعضای بدنش داره توحید تو رو میگه، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. برای اینکه اینشالله از آتش دوزخ و جهنم رها بشه. یعنی سنایی داره با تمام وجود توحید خدا رو میگه که چی بشه؟ که نیفته تو آتش جهنم. آباریکالله. این یعنی چی بچه ها؟ این حرف حرف بسیار مهم و کلیدیه، بهش دقت کنی. این یعنی توحید خدا، یعنی ستایش خدا با تمام وجود، با همه بدن، سر تا پام داره توحید خدا رو میگه. نگاه کن، میگم سنایی با تمام وجود یگانگی تو رو ستایش میکنه. پس من مفهوم می‌نویسم توحید و ستایش خداوند با تمام وجود. مواظبش باش بابا. حالا آقا این از این بیتو نگاه، میگه خود نه زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا میکند که موی بر اعضا. نه تنها زبان در دهان اون عارف داره خدا رو تسبیح میکنه، بلکه مو بر تنش هم داره این کار انجام میده. آی پازوکی این یعنی چی؟ حمد و ثنای خدا، اونم با تمام وجود، نه تنها زبان و دهانش، بلکه مو بر تنش هم داره این غلط رو میکنه. بعدی رو نگاه، مثلا بیت آخر خیلی خوشگله. بیتا سوء استفاده نکنی، این کاربردهای دیگه هم داره. میگه هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. مواظب باش، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. بپا، دقت کن. حل آقا بسیار عالی. بریم سراغ درسی که 12. من نگاه کن، نکته زیاده، آدم بپیچی هم نیستم، میخوام تا تهش رو بهت بگم. پس اگر طول کشید نترس از این درس. این درس امروز شاید تموم نشه، شاید هم تموم بشه. این اصلا تعیین کننده کار من نیست. این اون که اون کیفیت که دوست دارم و ارائه بدم، اون چیزی که میخوام و بهت بگم کمی و کاستی نداشته باشه، فوش نخوریم بعدن. بیا جلو ببین به چی میگم. آقا درس شکر نعمت سعدی معروف از قدیم الایام در کتابای درسی بوده. اینجا خط کشیدنمون اینا خیلی زیاد میشه. حتما با تخته خیلی کار کنید، ببینید آماده باشین، خودکار رنگیات و ماژیکات و فلان و اینا دم دستت باشه برای خط کشیدن. اگرم کتابو نداری بی صاحب برو کتابو بگیر، برو جزواتو پرینت بگیر، آماده باش. موقعی که من درس میدم باید سر کلاس حضور داشته باشی، اون لحظه بنویسی. فیلم دیدن آفلاینش به درد نمیخوره. اگر حالت بد شد، یه روز نتونستی، نبودی، یه مشکلی پیش اومد، برو آفلاینشو ببین. اگر یادت رفت برو آفلاینشو ببین، ولی آفلاین جلو نرو. بودن توی اون کلاس، تو اون لحظه با من همراه بودن یه مزه دیگه‌ای داره، هم برای من هم برای تو، هم کیفیت کارمونو میبره بالاتر. پس اینو بهش اهمیت بدیم. بریم سراغ بعد ببینیم چی میگه. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو تا نعمت وجود داره و بر هر نعمتی شکری واجبه. حالا بیا ببین به چی میگم. اولا میگه منت خدای را. منت خدای را یعنی منت برای خدا
چه خدایی؟ خدای عزوجل، اونی که گرامی و بزرگ و بلند مرتبه است. حالا که طاعتش موجب قربت است، نگاه، طاعتش موجب قربت است، یک. بعد میگم به شکرندرش مزید نعمت، شماره بزن، دو. بعد میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، حالا توبت میکنی. واسه اینم چی میگه؟ میگه منت، بپا، معنی منت سپاس، شکر و نیکویی میشه. مواظب باشه تو آزمونا هر موقع بچه ها میپرسن شوکه میشن بچه ها. حالا اینجا منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است. طاعت خدا، اطاعت از خدا موجب قربه. قرب با قاف یعنی نزدیکی. پس مفهوم یکمون ساخته شد. ببین نمیخوام خیلی بنویسیم، در واقع دارم میگم بنویسیم، یعنی نه تو نه من، علافیمونو کم کنیم. چجوری؟ میگه اطاعتش، اطاعت خدا سبب نزدیکی به او میشه. پس مفهوم یکمونو فهمیدیم، اگه از خدا اطاعت کنی باعث نزدیکی به او شده. اما به شکرندرش مزید نعمت، مزید یعنی زیادی، افزونی. ببین نگی مزید یعنی زیاد، افزون. مزید یعنی زیادی، افزونی، زیاد بودن. مواظب باش، مزید نعمته. آی پازوکی یعنی چی؟ بیا پایین بد نشون بدم، قرمزو بده من. میگه طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. شکرگزاری از نعمتش باعث زیادی نعمت میشه. این میشه مفهوم شماره چنده؟ دو. من نگاه، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. یه بار دیگه، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. هرچی بیشتر شکر گذار نعمتهای خدا باشیم، خدا اون نعمتها رو براتون بیشتر میکنه. ایشالله، ایشالله به حق علی این موقع سال دیگه دانشگاه قبول شدی توی که داری منو میبینی. میری دانشگاه اونجا، ایشالله کرونا هم تموم شده، اونجا پر نعمت استاد. نعمت‌ها رو خدا گسترده برای بچه‌ها که از این نعمت‌ها استفاده کنن. میگه از در دانشگاه که اینجوری وارد شدی، بیا بگو چی؟ آواریکلا، بگو خدای شکرت. خدا رو شکر کن دم در دانشگاه. این نعمت‌ها رو که می‌بینی، همه رو گسترده خدا به خاطر تو بدبخت. این یعنی چی آی بازوکی؟ یعنی اون نعمت‌هایی که آفرین می‌بینی رو بعد به خاطرشون خدا رو چیکار کنی؟ شکر کنی. خب که چی بشه آقا؟ شکر نعمت، نعمتت افزون کنه. یکی میشه دو تا، دو تا میشه سه تا، سه تا میشه پنج تا، ولی بیش از پنج تا به نظر من احتکاره دیگه، بیشتر انجام نده، به ضررت. اما این میشه یک و دو. ما یه آیه هم داریم بچه ها، این آیه، آیه هفت ابراهیم، سوره ابراهیم آیه هفت. ما یه ذره خودمونیم بهش میگیم هفت ابراهیم. خب میگه اگر سپاس گذارید نعمت را برای شما چیاد میکنیم؟ زیاد میکنیم. دقیقاً یعنی شکر نعمت، نعمتت افزون کند. تا اینجا قبول؟ حالا یه صحبتی در ادامه متن کنیم. میگه هر نفسی که فرو میره، ببین ما نفس میکشیم، دم، بازدم، دیگه زیست بد یاد دادن دیگه، چهار تا معلم دیگه بالاخره یاد گرفتی، دم، بازدم. میگه هر نفسی که فرو میره ممد حیاته، کمک میکنه که زنده بمونیم. حیات، هوی اکبری، حیاتو بپا، حیات، حیات، حیات پایین یعنی زندگی. داری میری ویسی بعد داخلا میپره ها. حیات دوم صحن خونه است. بپا، تا اینجا قبول؟ حالا میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، باعث میشه زنده بمونیم، کمک میکنه، مدد میکنه، یاری میکنه، زنده بمونم. و چون بر میآید مفرح زاد، میگه آخش، این آخشه میشه مفرح زاد، شادی بخش زاد و در واقع اصل و جوهر و درون و کنه و نمیدونم نهاد و سرشته، ذاتتو خنک میکنه، خوشحال میکنه، مفرح میکنه، باش حال میکنی. پس هر نفسی که میگشیم یه دم بود، یه بازدم. دم زنده نگه میداره، بازدم حالمونو خوب میکنه، مفرح ذاتمونه. پس در هر نفس باید دوبار خدا رو شکر کنیم، زنده میمونیم و چی؟ حالمونو خوش میکنه. پس بابت هر نفس کشیدن دوبار خدا تو شکر کن. حالا یه استاد، ما این همه نفس میکشیم، واقعا میتونیم خدا رو شکر کنیم به اون تعداد ضرب در دو، به تعداد نفس هامون ضرب در دو بعد خدا رو شکر کنیم؟ آیا ما توان همچین کاری داریم؟ خیر. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید. کی ارزه اینو داره شکر گذاره این همه نعمت باشه؟ این یعنی ناتوانی ما در شکر گذاری نعمت های خداوند. امروز بهش میرسیم. حالا بیا با من کلاس لایو، بیا اینجا بابا، بریم بیت ها رو بخونیم ببینیم چی میگن. یکن یا دو، اطاعت از خدا سبب نزدیکی میشه یا شکرگزاری از نعمت های خدا رو میگه که باعث بیشتر شدن نعمت ها میشه. بریم بیت اول.
حق نعمت شناختن در کار نعمت افزون دهد به نعمت خوار. هرچی حق نعمت رو بهتر به جا بیاری، خدا اون نعمت رو برای تو چیکار میکنه؟ بیشترش میکنه. با من باش. بیت دوم: شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بعضیا میگن کفر نعمت از کفت بیرون کند، آخرم نفهمیدیم حق با کیه، ولشون کن. اما بیت سوم نه چهارم ببین، میگه به طاعت قرب ایزد میتوان یافت. اطاعت کن از خدا، قرب ایزد رو بگیر. این یعنی چی؟ اطاعت از خدا سبب نزدیکی به خدا میشه. باریکلا. نعمت بسیار داری، میگه خیلی حالت خوبه، وضعت عالیه، نعمت بسیار داری، خب شکر از آن بسیارتر، شکر گذاری باید بیشتر باشه. نعمت افزونتر شود آن را که او شاکر بود. نعمت زیاد میشه برای اونی که شکر گذارتر. بدبخت، بدبخت تو بیت نبود، خودم اضافه کردم. هر جمعه پازوکی گرفتی قضیه چیه؟ پس یک، شکر نعمت نعمتت افزون کند. دو، صحبتمونه که ما اطاعت از خدا کنیم، خدا بهمون نزدیکتر میشه، یا به قولی ما به خدا نزدیکتر میشیم. بیا بریم این بعد صفحه 401 بریم ادامه مراسممون. همون بیتی که خوندم برات، میگه از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. کی عرضه داره به اندازه نفسایی که میکشه زبدر دو خدا رو شکرگزار باشه؟ هیچکی. یعنی ناتوانی انسان در شکرگزاری نعمتهای خداوند. بیا اینجا پس بنویسیم. ناتوان بخش بنویس با من. یک، ناتوانی انسان در شکر نعمتهای زیاد چیداوند خداوند. تا اینجا قبول؟ حالا واسه نگاه کن، از دست و زبان که براید. بیچاره این که یعنی چه کسی؟ کی میتونه شکرگزار نعمتهای خدا باشه که از عهده شکرش به در آید؟ من نگاه کن، براید، به در آید، فعلامونن، فعلاخر، 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 شیوه، شیوه، شیوه چیه؟ بگو بگو. آباری کلا، شیوه عادیه. فعل آخر باشه شیوه عادیه. یه جای جز آخر بلاغیه. 100 دفعه تا آخر سال میگیم. 100 دفعه خیلی بیشتر، کم گفتم. بیا بریم ببینیم بقیه هم همین رو میگن. خیلی بیت قشنگی اوسا. خیلی بیت قشنگ. میگه گر برتر من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. میگه اگر تمام موهای تن من بشن زبون، بخوام شکر خدا رو بگم، بازم کم میارم، بازم امکان پذیر نیست. گر بر تن من، بذار موها رو نشون بدم، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. یه دونه از نعمتایی که به من دادی رو نمیتونم شکر گذار باشم. البته اونایی که خیلی پشمالوها شاید بتونن، ولی خب اونایی که آدم معمولیان به نظرم نمیتونن. مواظبش باش. یه سری، آره یه سری افراد هستن، دیدی استاد چقدر موده؟ ما خودمون البته جزء همون رده هستیم، مثلا نزنیم تا زیر چشامون مو در میاد از اینجا. استاد زخمیم کرد بالاخره. بچه‌ای که منو میشناسن میدونم من زخمی نمیشم در کلام، ولی استاد منو نس کرده مثلا. خدا کنه نشیده باشن چیکو، ولی خیلی خوب بود. آره من یه پسردایی دارم الان اتریشه، از همینجا بهش سلام میرسونم. این موسیقی میخونه استاد تو اتریش. بعد این خیلی ریش داره، بعد این تیغو بر میداره میندازه به صورتش میزنه. همین که میزنه بعد آب میزنه به صورتش، خوش میکنه، نگاه میکنه اینه جوونه زده. همون در لحظه دوباره در میاد. این ذاتن موامون نریزه و در بیهاست. خلاصه اینم از آبشناس، هیچ چی به ما نرسید. این آبشنایی که به ما رسیده قد کوتاه، نمیدونم مو زیاد، یه چیزایی که واه واه واه، یه شعری بود میخوندن. آره نعمت نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است. نعمتت بار خدا یا ز عدد بیرون است. نعمتای خدا از عدد خارجه، خیلی زیاده. ببین تا اینجا به نظر من قرابت نداره، نعمتای خدا خیلی زیاده. خب زیاده که زیاده، ولی این که میگه شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذار، یعنی ناتوانی اون شکر گذار در شکر گذاری اون، اینه که برای من کار انجام میده. فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد. کی میتونه شکر گذار نعمتهای خدا باشه؟ حتی یه دونه از هزار تاش. میگه عرضه همونم ندارید. بپا. آقا یه آیه داریم، آیه بسیار مهمه، مثل دین و زندگی. آقا کوتاه دینی درس میده، مثل اون میخوایم کلید واژه تعیین کنید. اعملوا آل داوود شکرن قلیلا من عبادی الشکور. یعنی چی آقای بازوکی؟ بیا کلید واژه بکشیم، کلید واژه رو وسط میکشیم، یه ذره از این جملهش یه ذره از اون جملهش، هیچ کاری نمیتونه یارو بکنه. شکرن و قلیلا، اصلا اسمش روشه شکر قلیل. استاد قلیل یعنی چی؟ کم. آ کم. شکرم که شکر دیگه، پس شکرشون چیه؟
کمه این آیه. پس نگاه کن نوشتم ای خاندان داوود، خدا را سپاسگزار باشید، خاک بر سرتان. میگه عده کمی از شماها شکر گذارن. آفرین. اینم آیه 13 سوره سبا بود، تفسیر پازوکی. ای خاک بر سرها، شما کم شکر گذار خدا هستید، شکر گذار باشید بابا. آبا دقیقا همینه ها، میگه بابا کم شکر خداوند رو میگوییم. اندازه ببین، ما نمیتونیم اندازه نعمتایی که خدا به ما داده شکر گذار نعمتای خدا باشیم، ولی در حد توان خودمون باید اون سقفشو برسیم. توان در چقدر است باید تا اون بری، مگر نه کلشو که نمیتونیم، اصلا نمیتوانیم همچین کاری بکنیم. آقای پازوکی مفهومو چی بنویسیم؟ همون قبلی. آقا بنویسیم همون قبلی، نه دیگه، بنویس متناسب با کادر قبلی. خب متناسب یعنی چی؟ قرابت داره دیگه، هم مفهوم. خاک بر سرت کنن، نمیفهمی یعنی اینا؟ باریکلا. اینم از این. بریم سراغ کادر بعدی. وای 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 وای، این چیه آخه؟ میگه بنده همان به. میدونی یعنی همان به یعنی چی؟ یعنی همان بهتر است. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. میگه خبین آقای استاد جان، ما میگیم که ما نمیتونیم شکر گزار نعمت های خدا باشیم اونقدری که باید و شاید. ما توان این قضیه رو نداریم. ما نمیتونیم به تعداد نفسامون ضرب در دو خدا رو شکر کنیم هر روز. بعد حالا میگه ما به خاطر این گناه زشتی که انجام دادیم، به خاطر این کوتاهی و تقصیرمون، حالا باید بریم عذر به درگاه خدا بیاریم، بگیم خدایا غلط کردیم، ببخشید. این عذر یعنی توبه. حالا پس ببین سعدی چقدر سوسکی آورد تو بازی اینا رو. اول گو ببین خیلی نفس میکشی، هر نفس دو تا نعمت داره، هر نعمت یه شکر داره. میگه کی میتونه ضرب در دو شکر کنه نفسشو؟ هیچکی. حالا میگه اگه مردی شو گذار باشه، میگه نمیتونم. میگه خب پس نمیتونی، داری کمکاری میکنی، بیا بریم توبه کنیم. میگه یه راست ما بریم توبه، یعنی تموم، میریم توبه، قبوله؟ پس بیا بریم اینجا نفس میکشی و بریم توبه، بیا بریم توبه کنیم. بنده همان به، یعنی همان بهتر است که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. ببین دو تا جمله است، قبول؟ آقای پازوکی تقصیر یعنی چی؟ تقصیر یعنی گناه، یعنی کوتاهی، یعنی کوتاهی کردن. میخوای لات بازی در بیارم؟ ببین تقصیر یعنی گناه، تقصیر یعنی کوتاهی، تقصیر یعنی سستی، تقصیر یعنی اهمال، تقصیر یعنی کاهلی. اهمال رو با امهال قاطی نکن. امهال یعنی مهلت دادن. اشتباه خیلی نزدیک بود، یعنی به قول بچه‌ها میگن بیخ گوشمون رد شد. نگاه کن امهال، ببین من نگاه گوشی، امهال مهلت، امهال مهلت، امهال مهلت، آها مهلت دادن. ولی اشتباه نکنی ها، اهمال سستی، تقصیر، گناه، کوتاهی، شلبازی، قبوله؟ حالا میگه بنده به خاطر این گناهی که انجام داده، کوتاهی در شکر گذاری، بعد بره چیکار کنه؟ توبه کنه، خدایا ببخشید. پس مفهوممون چیه؟ یا باب الهوائج، واه چیکار میکنی پازوک؟ بیا اینجا. میگه که دل من سیاست ولی آبی رو خیلی دوست داره. حمل کردنه ولی در فارسی استاد کاربرد نداره. نه 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 نه، شاید در عربی کاربرد داشته باشه همچیزی، ولی در فارسی اصلا. این به نظرتون میتونم این اندازش کنم؟ شد؟ خوبه؟ راضین شما؟ حل. بریم جلو. داشتم چی میگفتم؟ هول شدم. بنده گفتم، بعد گفتم عذرم یعنی توبه، عذرخواهی، بازگشت به سمت خدا، ببخشید خودمونه. داشتم مفهومو می نوشتم یهو خراب شد. ببینید توبه به درگاه این به ها خداوند میریم که توبه کنیم. به خاطر چی؟ ببین می نویسم مفهوم دومت کوتاهی در شکر نعمته. فعلا کم شکر گذاری کردیم، بعد بریم توبه کنیم. حالا برو بریم جلو صفحه 402 میگه ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. میگه وگرنه اگه نری توبه کنی، کسی نمیتونه اونجوری که خدا سزاوار و شایسته شه حق مطلب رو به جا بیاره. حق چه مطلبیه؟ خب عقب اونده داریم نمیده شکرگزاری صحبت میکنیم دیگه، یعنی نمیتونیم شکرگزار نعمتهای خدا باشیم. پس بازم همون مفهوم قبلی بنویس، ناتوانی در شکر نعمتهای خداوند. چیز واضح. پس ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. پس اینم بهش دقت کنید، سزاوارم که گفتیم یعنی شایسته،
اگه بنویسه شایستگی چیه؟ غلطه. بریم سراغ اصل مطلب. یعنی اینجا بعد شروع میشه. حالا باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. آی پازوکی یعنی چی؟ اولا باران رحمت اضافه تشبیهی داره، یعنی رحمت خدا مثل یه بارونه، ایتی. از این برم خان نعمت یعنی نعمت های خدا مثل یه سفره مونه، بازم ایتی اضافه تشبیهی. حالا میگه بارون رحمت خدا به همه رسیده و این خان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. میدونی یعنی چی؟ سرت بالا. یعنی نعمت های خداوند برای همه هست، همه جا هست، به هممون میرسه، به هر کی هر چقدر که لایقشه. خدا به همه رزق و روزی میده، به این میگیم عمومیت رزاقیت خداوند. پس مفهوم شماره یک، عمومیت رزاقیت خداوند. خدا به هممون رزق و روزی میدهد، به همه، همه جا هست، برای همه هم هست. این عمومیت رو بفهمش، برای من خیلی مهمه. همه جا هست، عمومیت. حالا یه چیز آشنا، حالا بلدی دیگه، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد. آواری کلا اگه این دوت باشه دو رو چی بزنم؟ ماشاءالله ستار العیوب بودن خدا، پوشاننده گناه بودن خدا. خدا همه گناهاتو میپوشونه، گرفتی؟ عیبامون رو میپوشونه. اما یه مفهوم دیگه هم داریم، این رنگی دوست داریم. میگه وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. آقا منکر میدونی یعنی چی؟ سرتو بگی بالا. هل نکن پازوکی، زدم سیف شده، ذره طول میکشه. با پیام های بازرگانی در خدمت پازوکی هستیم. هل نکن، هیچی نیست. بیا یه چیزی بگم. منکر میدونی یعنی چی؟ منکر یعنی زشت و ناپسند. منکر میدونی یعنی چی؟ انکار کننده. بازی بد طرح‌ها جای این دوتا رو هی با هم عوض میکنن. یه بار دیگه، منکر زشت و ناپسند، بد. منکر انکار کننده. چجوری قاطی نکنیم؟ مثل آدم فارسی صحبت کن. وقتی میگم منکر یه قضیه شده یعنی انکار کننده یه قضیه شدیم. ما منکر میشیم، ما منکر که نمیشیم. پس ما منکر یه قضیه میشیم، انکار کننده. منکر زشت و ناپسند. جای این دو تا رو عوض کن. الان سوال همه اینه، آقا حرکتاشو میذارن؟ آره حرکتاشو میذارن. هول نکن، حرکتاشو برات میذارن. بیا بریم جلو ببینم. آفرین پازوکی، بیا اینجا ببینم. یه صفحه سفید ناز بهم بده ببینم کار دارم. پس آقا بنویس گوشه کتابت، منکر زشت ناپسند. منکر یعنی انکار کننده. بپا دوتا رو با هم قاطی نکنه. این از این. نکته بعدی، بی بابا میگه بی دریغ. این لغت بی دریغ رو خیلی دوستش دارم به خاطر معنی قشنگش، بی مزایقه و بدون چشم داشت. مواظب املای مزایقه باشه تو کنکور اومده. یه نکته یه تو تحلیل آزمونای گزینه دو براتون گفته بودم، بهش میگن کلایو ردی، مثل یه پروژه جدید شده به نام کلایو ردی، اونجا در خدمتتون خواهیم بود. ولی بازم اینجا تکرار میکنم، خان و خان، خان با املای بالا یعنی سفره، خان با املای پایین یعنی امیر و بزرگ جایی. حالا خانی که معنی مرحله میده، بالا یا پایین، کدوم معنیه؟ خان به معنی مرحله، خان بالاست یا پایین؟ آباریکلا هر دوتاش میشود. خان به معنی مرحله دو املاییه، هم با املای بالا هم با املای پایین. ولی سفره حتما واو میخواد، اونی که معنی امیر و بزرگ میده واو ماو حالیش نیست. قبول؟ این از این. این از من یادگار داشته باش. بریم تو جزوه اصلی. فاحش هم که گفتیم، صفحه قبلی گفتیم آشکار و واضح. بی اینجا رو نگاه، چقدر طراحا با این عوضی بازی در آوردن. نگاه، وظیفه یعنی مقرری و وجه معاش، وظیفه وجه معاش، وظیفه وجه معاش، وظیفه وجه معاش. هی تکرار کن، وظیفه وجه معاش. حالا اگه گفت روزی، میگی رزق و غذایی که بهمون میرسه. حالا اگه اینا رو ترکیب کرد گفت وظیفه روزی، بعد یه چیز دیگه بگی، بگی رزق و روزی مقرر و معین. تو رو امام حسین مواظب باشید. هوی اکبری که داری من نگاه میکنی، با تو هم. وظیفه مقرری و چه معاش، روزی خوراک و غذا و پولی که بهمون میرسه، وظیفه روزی رزق و روزی مقرر. منکر و منکر و اینا رو هم گفتیم و نکاتمون تکمیله. گفتیم آقا بس سه تا مفهوم شد. یک،
عمومیت رزاقیت خداوند. دو، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد. ستار روی و سه، سه رو کجا می‌نویسیم؟ این زیر می‌نویسیم. بیا پایین جا دارم. میگه آقا وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. آقای بازوکی یعنی چی؟ یعنی رزق و روزی تو به خاطر گناهت قطع نمی‌کنه خدا. یعنی اگه من یه گناه زشتی می‌کنم خدا رزق و روزیمو باش کاری نداره. رزق و روزیمو قطع نمی‌کنه. بس بنویسید خداوند رزق و روزی ما را به خاطر گناه قطع نمی کند. به خاطر عصیان و سرکشی که انجام میدی رزق و روزیت قطع نمیشه. حالا بی جلو، حالا بی جلو، ببین چقدر بیت آوردم. ببین یه چیزی داره میگه دیگه، این بیت های زیاد یه چیزی داره میگه. با من باش، میخوایم بریم اونور توی این صفحه بزرگمون با هم دیگه بیت بخونیم ببینیم چی میگن. شما شماره میزنی مینویسی یا من اینا رو بلدم. بریم اونور. میگه بیت اول: چنان پهن خانه گرم گسترد که سیمرغ در قاف قسمت خورد. میگه خدا این خان کرم، این رزق و روزیشو، سفره رزق و روزیشو اینقدر گسترده پهن میکنه که سیمرغ در قاف قسمت خورد. سیمرغ یه پرنده افسانه‌ای، قله قاف اصلا معلوم نیست کجاست. میگه سیمرغو ببر سر قله قاف، خدا بازم بهش رزق و روزی میده، اینقدر گسترده است. پس عمومیت رزاقیت خداوند یک. اما بعدی این بیت خیلی من دیدم معلمام اشتباه میخونن، استاد خوندنش خیلی سخته. میگه از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. یعنی چی؟ میگه به خاطر بخشندگی و بنده نوازیش خدا به مرغ هوا رو نصیب کرده، به ماهی دریا. آن یعنی چی؟ یعنی دریا رو داده به ماهی، هوا رو داده مرغ و پرنده. از چی؟ از بخشندگی و بنده نوازیش. وقتی میگه به مرغ و ماهی هم حتی خداوند رزق و روزی داده یا شرایط فراهم کرده، این یعنی چی؟ عمومیت رزاقیت خداوند. بیت سوم: ادیم زمین سفره عام اوست. آیسا آی بازوکی اجازه، واتیز ده ادیم؟ ادیم یعنی چرم، سفره چرمی. ادیم زمین سفره عام اوست. آی بازوکی یعنی چی؟ یعنی خدا زمینو مثل یه سفره پهن کرده پر نعمت برای همه. این سفره عام خدا بودن یعنی چی؟ عمومیت رزاقیت خدا. یه بیت دیگه بخونیم. بیت چهارم، سوال کنکور: مهیا کن روزی مار و مور، وگر چند بی دست و پایند و زور. خدا رزق و روزی میده حتی به مار و مور، هرچند که حیوانای ضعیف و در واقع به درد نخوری هستن، خدا به اونام رزق و روزی میده. عمومیت رزاقیت خداوند. یا مثلا یه بیت خیلی خوشگل میشه 2 4 6 7 بیا که دوش به مسیح سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. عام فیض رحمت او، رحمت خدا، مهربونی خدا عام. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. یا مثلا بیا بریم پایین. حالا سوال، یه بیت خوشگل دیگه هم داریم: بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. من سر هر سفره ای نشستم کی به من رزق و روزی داد؟ خدا. میگه گدای پرسیدن گفتن تو قضا مزه کجا میاری، چیکار میکنی روزا؟ گفت من رفتم سر سفره هر کی نشستم، شاه قضا داد، مردم قضا دادن، این کمک کرد، اون کمک کرد، از یه جا آوردم. میگه هر جا قضا خوردم سر سفره نشستم با خودم گفتم ولش کن اینا هیچ چیز نیستن، خدا رزاق بود. آها، این یعنی رزق و روزی تو دست خداست، به همه رزق و روزی میده. یه بیت دیگه میگه: پس پرده بیند عملهای بد، همو پرده پوشد به آلای خود. میگه پس پرده خدا عملهای بد ما رو میبینه، ولی به خاطر آلا و بخشندگی خودش پرده روش میپوشونه. این یعنی چی؟ بخشش خداوند. یا بیا بریم پایین تر، یکی مونده با آخری ببین: ولیکن خداوند بالا و پست، به عصیان در رزق بر کس نبست. خدا رزق و روز رو بندهاش قطع نمی کنه به خاطر عصیان و سرکشی. گناه میکنی رزق و روزیت قطع نمیشه. حالا اینو خدا نگفته ها، در واقع داریم این بیتا رو تحلیل میکنیم. این داره اینجوری میگه، باش حال کن. بسیار عالی، فکر کنم کافیه، خیلی بیت خوندم. فکر نکنم کسی اصلا بیت بخونه خارج از کتاب تو کلاس ادبیات، ولی دستش هم درد نکنه. بریم جلو. آخ آخ آخ، اینجا نگاه. میگه فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد، و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. پازوکی همه را حفظی؟ آره، کل دهم، یازدهم، دوازدهم، یه 2700 تا بیت هم حفظم، چیز خاصی نیستش، هول نکنید. بیا ببین چه خبره. فراش باد سبا را گفته، فراش یعنی فرش گستر،
گسترنده فرش. یکی از معلم‌ها پریروز بچه‌ها به گوغ معلم‌ها گفته سوپور. سوپور چیه؟ سوپور باد سبا. باد سبا که سوپور نیست که، باد سبا فرش گستره، گسترنده یه چیزیه، سفره پهن کنه. فهمید چی شد؟ فراش یعنی کسی که یه چیزی رو پهن کنه، فراش، گسترنده. سوپور من هم چی گفتی به بچه مردم؟ مواظب باشید چی میگین. فراش باد سبا رو گفته تا فرش زمردین بگسترد. ببین مثلا استاد من میگم علی را گفتم. علی را گفتم یعنی چی؟ به علی گفتم. وقتی میگه فراش باد سبا را گفته یعنی به فراش باد سبا گفته. کی گفته؟ خدا گفته. آها، خودش به من گفت. چی گفت؟ در گوش من گفت. چی گفت؟ گفت فراش باد سبا را گفته، یعنی به فراش باد سبا گفته تا چی کار کنه؟ فرش زمردین به گسترد. آقای پازوکی یعنی چی؟ باستان خداوند دستور داده است به باد سبا، باد صبحگاهی، که فرش زمردین پهن کنه. یعنی چی آقای پازوکی فرش زمردین پهن کنه؟ یعنی همه جا رو سرسبز کنه، چمن و بوته و گیاه و درخت و اینا. و دایه ابر بهاری، دایه همون ما زنیه که به جا مادر شیر میده یا بچه رو نگه میداره، بیبی سیتر میگن خارجی استاد. من زبانم صفر، هر چی یعنی هر کیو بیاری هر چقدر زبانش خوب باشه من باز یه لول از اونم پایینترم، خدا رو شکر. آره چون زبانایی که آره به کارم نمیاد دیگه، من با همین زبان بدنم به نظرم میتونم همه چیزو ارائه بدم. میگه دایه ابر بهاری، یعنی ابر بهاری مثل یه دایه میمونه، مثل یه بیبی سیتر میمونه. درست میگم استاد؟ خانم چیز بلده، ببین تایید میکنه، به خدا آبرمون نره. یه چیزی اومدین بیبی سیتر؟ یس یس، تایید کردن از پشت صحنه دوستان که خیت نشیم. میگه ابر بهاری مثل یه دایه میمونه که خدا بهش فرموده تا بیاد بنات نبات در مهد زمین بپرورد. آقا یعنی چی؟ یعنی گیاها رو مثل بچه های کوچیکی که تازن، تراوت دارن، کوچولوان، ظریفن، خوشگل مشکلن، در مهد زمین بپرورد، همه جا تو زمین پخش کنن. پس کلا خدا دستور داده همه جا سرسبز بشه، گل و بوته و شکوفا و فلان و این داستانا. تا اینجا قبول. اما نکته میخوام بهت بگم در مورد بنات نبات. سر بالا، قبلا از بازوکی شنیدی بنات و نبات، این دوتا بیست ساب تو کنکور ممکنه بیان. بنات جمع بنته. استاد بلند بگین همین غلطه دیگه، باید بگیم دختران. این خودمونی که من و شما وایستادیم درسته، تو کنکور این اذیت میکنه. یعنی یارو میاد اینو مینیسه دختر، همه بچه ها درست میگیرن، دستی که باید بگه چی؟ دختران. این مهمه دیگه، مگرنه همه میخونن اینو در سطح دانش آموز معمولی. کی قویه؟ اونی که اگه بنویسیم دختر میگه آقا اشتباه بوده، دختران بوده. حالا این بر نگاه کن، نبات پس میشه چی؟ گیاه. آه اینو خوشم اومد استاد، گیاه. کنکور چی مینویسه واسه شون؟ گیاهان. که چیه؟ غلطه. اون میشه نباتات. مگه نشیدی بدبخت؟ آها آوانی کن با چایی و حالا مشتقاتش و اینا. بنات نبات، دوستان از پشتنه اشاره میکنن که دهنتو ببند. بنات نبات، خلاصه بنت جمعش میشه بنات، نبات خودش مفرده. این دوتا رو تو ذهنتو بچپونی. پس نبات کلمه ایست مفرد، بنات جمع بنته. مواظب باشید، این جمع مفرد ها مد نظر پازوکی علیه السلام بود. کلاس لایو برای کنکور 1400 لایو، کلاس لایو، در مهد زمین بپرورد. What is the مهد؟ مهد خیلی معنی داره. حالا هر چند تا فلش جا بشه همونقدر میگم دیگه، حلالم باشه هرچی گفتم. یه دونم اینجا براتون میگم. بریم. میگه زیاد خط کشیدم دیگه، مجبوریم چرت و پرت بگیم بقیهش اگه زیاد اومد. آقا مهد یعنی بستر، یعنی محل شروع، یعنی محل آرامش، محل پرورش. همون محل شروعه استاد، پرورش پیدا میکنه دیگه. مثلا میگم فلانجا مهد دموکراسیه،
محل شروعشه، محل پرورششه، محل استارتشه، محل آرامش مثل بستر. کجاوه میشه استاد، کجاوه که رو شتر میبندن سوار میشن میرن. کجاوه رو بهش میگن محمل. محمل، به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشیند. استاد میدونی ناقه یعنی چی؟ شتر چی؟ نه ماده. آره شتر ماده رو میگن ناقه. شتر نرو اگه گفتی چی میگن؟ شتر دیگه. آره شتر میگن دیگه، همه گول میکنن شتر دیگه. اشتر، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کش تب جانوری. همینه اشتر، شتر. ناقه میشه شتر ماده. سطح علمی کلاس بالاترین سطح علمی ممکنه ها، یعنی ستایی بریم. شما 10 تا معلم ادبیات بذار یه طرف، چی لوک به چه زبونی؟ فارسیه؟ من نشیدم حضرت عباس. لوک، لوک خوش شانس اینا رفتی نداره. نه لوکو من نشیدم. کجا دانن حال ما؟ آره این که بله، محمل و بله، ولی لوکو من نشیدم. استاد میگن لوک، look at me. اون نیست؟ yeah. چی بود اون شعره میخوند اون خانومه؟ اون رو بخونیم یا میندازنم بیرون؟ میندازم بیرون. باش، میخواستم برم تو دلشا. ازا بریم بلش کن. اینجا کار دیگه چیز میشه. محمل پس همون کجاوه است. حالا یکی دیگه شما لغت میگی، منم لغت میگم. هودج هم بهش میگن. هودج همون چیزی که روشتر میبندن سوارش میشن میرن. کجاوه و محمل. حالا استاد محمل و اینا نباید با چی اشتباه بگیرن؟ مهمل یعنی بیهوده، چرت و پرت. محمل مهمل. محمل میشه کجاوه، هودج، گهواره. گهواره رو نوشتیم اون بالا؟ گهواره رو یادمونه. اینم گهواره. پس خلاصه مواظب این مراسم باشید. مهد و گهواره و هودج، و هودج 92 فکر کنم کنکور اومده بود. خلاصه خیلی گسترده است معنیش، مواظبش باش. بریم سراغ ادامه مراسم. 5 نبات هم که گفتم اینجا ببین استاد براشون جزوه رو دقیق نوشتم، اینا شعور که ندارن. نبات یعنی گیاه، رستنی، چیزی که رشد میکنه. ولی بنات جمع بنت یعنی دختران، مهدم گهواره نوشتم، سبام که باد صبحگاهیه. مفهوم چیه؟ آمدن فصل بهار و سرسبزی طبیعت. بنویس من نگاه نکن، به دستور خدا. قبول؟ حله؟ بریم قسمت بعدی. باز نکته بگم خوندماغی بریم جلو. اینجا نکته خیلی دیگه خفن میشه. میگه درختان را به خلعت، یا به قله به خلعت نوروزی قبای سبزورق در بر گرفته و اطوال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. یه دقیقه بیا به من گوش بده ببین چی میخوام بهت بگم. درختان را به خلعت نوروزی. خلعت یا خلعت یعنی چی؟ لباس یا جامعی که بزرگی تن کسی کنه یا بهش هدیه بده. بچه ها ببینید اشتباه نگیدا، تو رو باب الهوایج اینجا نگاه کنید. ببین خلعت یا خلعت جامعه یا پارچه‌ای که بزرگی به یه کسی میپوشونه یا میبخشه. بعد بقیه میدونی چی میگن؟ میگن خلعت جامعه یا پارچه‌ای بزرگی که، پارچه بزرگ نه، پارچه‌ای که بزرگی به کسی ببخشه. از طرفی این قبای سبز ورق که میگه، میگه انگار یه لباسی، یه قبایی تنشونه این درخت ها سبز ورق، از جنس برگ، اونم سبز رنگ. یعنی چی؟ یعنی همه لباسای سبز رنگ پوشیدن طبیعت، درختا، و اطوال شاخ را به قدوم موسم ربیع. پش پش بیا اینجا ببین من به چی میگم. سرتو بگی بالا. به قدوم. استاد قدوم یعنی چی؟ آه بلند بگی. قدم ها یا گام ها. درسته؟ درسته استاد؟ کاملا غلطه. اون میشه اقدام. آها قدوم یعنی آمدن، یعنی رسیدن، یعنی فرا رسیدن، یعنی قدم نهادن. خیلی به پای مینا رو تو رو قرآن خیلی حساس شده. ببین قشنگ دارم بهت میگم، سوال لغت میری نوشته قدوم، احتمالاً جلوش نوشته قدم ها یا گام ها که غلطه. تو باید تشخیص بدی این غلطه، بازی رو عوض کنی بگی قدوم قدم ها نمیشه، میشه آمدن، رسیدن، فرا رسیدن، قدم نهادن. یه دقیقه فکر کن، قدوم موسم ربیع، قدم نهادن و آمدن فصل بهار، نه قدم های فصل بهار. درسته؟ بسیار عالی. پس مواظب کلمه قدوم هم باشیم که هستیم. اما قدوم موسم ربیع، همه میدونن استاد موسم یعنی چی؟
فصل. ولی میدونی تو کنکور چی میشه؟ زمان. همه اشتباه میگیرن در صورتی که هنگام و زمان هم درست است. ربیع هم که میدونیم فصل بهاره. عصاره آبی که از فشردن چیزی به دست بیاد. اما تاک یعنی چی؟ استاد دوباره خیلی خوب، یعنی شما طراح کنکور نبودین؟ آره دقیقاً همونه ها. ببین تاک، میریم سر جلسه یارو میشه انگور. میگی درسته دیگه انگور. غلطه. درخت انگوره، درسته؟ رز. خیلی مهمه. آره. آره رز، درخت انگور. ببین اینجوری با خودت بچه‌ها که یادشون میره بعد اینجوری کنن. بگن ما که میریم تاکستان پر انگور که نیست، پر چیه؟ درخت انگوره. تاکستان، آها تاکستان پر درخت انگوره. پس تاک میشه درخت انگور. این بازی کثیفو از من داشته باشید که طراحا دوستش دارن. این چیز قشنگیه به نظر من. بیا بریم جلو ببینم چه داره میکنی بازی کن. بیا یه ذره بازی در بیاری. نظرتونه؟ فایق، برتر و برگزیده. استاد اینجا نها کنی، ما اشتباه تایپی داری. تا ته یکی زوم کنی یا بریم اصلا تو جزوه. بریم تو جزوه. ببین فایق، برتر و برگزیده. شهد یعنی عسل. خب حالا اینجا منظورمون اینه شهد فایق، عسل خالص. یعنی اینجا یه دونه اسلش چیه از ایناست، بیلبیلک زیاد خورده. درست میگم استاد؟ اسمش بیلبیلکه دیگه. شهد فایق میشه عسل خالص و از اون ور باسق میشه بلند و بالیده. اگه اینو دیگه نتونستی بفهمی به نظرم دکتر دیگه، ببین که رای چاره دیگه ای نده. اگه یارو نمیفهمه دیگه برو کنکور سال بعد. پس فایق یعنی برتر و برگزیده، شهد یعنی عسل، شهد فایق عسل خالص، باسق یعنی بلند و بالیده. حالا وایسا گوش بده. عوضی بازی دوست عزیزمون طراح. سلام طراح، بیا اینجا. فایق باسق. فایق یعنی برتر، یعنی برگزیده، درسته استاد؟ پیروز هم میشه، میدونستی؟ فایق اومدن بر چیز دیگه، پیروز. باسق یعنی بلند. مواظب باشید این دوتا رو جا به جا بنویسی استاد. بچه ها قبول داری قاطی میکنن؟ فایق و باسق تو یه سوال بغل هم معنیاش هم جا به جا. بیا درستش کن. فایق برتر، برگزیده، انتخاب شده، پیروز. حالا بازم میخوام معنی بهتون بگم، الان هول میکنی بگم. ولی باسق یعنی بلند، بالیده، به پا. این یه نکته. چیکار کردم؟ بیا اینجا. بعد خدمت بزرگم. آها بعد میگه به تربیتش نخل باسق. نخل خب درخت خرما، نخل باسقه. شهده ولی فایقه، برتر و برگزیده و بهترینه. آقای پازوکی کلن چی میگه؟ هیچ، مفهوم مسخره است، آمدن بهار. ولی لغت ها رو دیدی چقدر نکته داشت؟ این لغت ها خیلی مهمه. پس این مفاهیم چیز عجیبی نیستن. مثلا قبلا خوندیم، مثلا تو سال دهم، گل از شوق تو خندان در بهار است، از آنش رنگ های بیشمار است، هر سبزی و خوشگلی و قشنگی رو در طبیعت میبینیم مالکی خداست. کی درست کرده؟ خب مفهوم چیز خاصی نیست، ولی لغت هایی که داشت به نظر من جا داره ده بار بخونی. صبح که داری میری سر جلسه کنکور بیلبیلک رو باز کنی یه نگاهی بهش شالا بندازید. اما صفحه 404، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. ابر، باد، مه، خورشید، فلک، من میدونی بهشون چی میگم استاد؟ به اینا میگم بقیه، دیگران دارن کار میکنند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی چی؟ یعنی همه به دستور خداوند دارن به تو خدمت میکنن. استاد الان نمیدونم همه موجودات و طبیعت و زمین و زمان اینا دارن برای ما کار میکنن، ما رزق و روزی عاشق چه شبروی ما هن؟ کی دستور داده؟ خدا به اینا دستور داده تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. بچه ما تو غفلت و بیخبری نباید باشیم. تو درس 3 سال دهم تو اون گنج حکمت شبی در کاروان اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. گفتم این شرط آدمیت نیست. مرغ تسبیح گوی و من خاموش. همه موجودات دارن خدا رو تسبیح میکنن، به دستور خداوند دارن به من خدمت میکنن، من تو غفلتم. پس به این دقت کنید، بقیه دارن به ما خدمت میکنن به دستور خدا، بعد خودمون خود حرف خدا رو قبول نداریم. این میشه غفلت و بیخبری ما. پس من مفهوم میبینم همه موجودات خداوند را تسبیح میکنند اما ما در غفلت هستیم. اوکی؟ حله؟ خیلی خوب. این از این. صحبت دیگه ای ندارم.
اما بیا اینجا املام نکته داریم، حرفم داریم، دوباره همون حرف. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. باز همه دارن بقیه به تو خدمت میکنن، برای تو کار میکنن، تو چی؟ تو غفلت. خدا میگه تو یه نماز بخون، تو نمیخونی. خدا میگه فلان کار کن، تو انجام نمیدی. ولی ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، اون وقت تو حواست نیست. میفهمی بازوکی حواست نیست دوربینت کدومه؟ اینم بازی منه، مواظب باش. پس مفهوم چیه؟ همون قبلی. یعنی پازوکی بنویسیم همون قبلی، نه دیگه، بنویس هم مفهوم با کادر قبل. خنگ بازی دیگه در نیاریا. آقا بحر و املاش و تو رو امام حسین مواظب باشید. اینا طراحا ببین، این چیزی که من الان میگم به نظر نکته بسیار مسخره میاد، تو میگی نکته چرتی داره میگه. بحر این میشه برای، با خودم اینجوری میگی، این لوس میگه برای، این بحرم که یعنی دریا دیگه. ببین وقتی میریم تو بیت، چهار تا بیت میده، هیچ حرفی از بحر نمیزنه، میگه کدام بیت غلط املایی دارد. اون موقع تو باید حواست به بحرم باشه. من دارم حواستو جمع میکنم که بحرم میتونه غلط املا باشه، باید حواستو به بغلش باشه. به اینا میگن قرینه یابی. بحر دیدی با هر هی که نوشته، برو دنبال قرینش بگرد. قبلش، بعدش، یه موج میبینی، قبلش طوفان میبینی، کشتی میبینی، پس این دریا بوده بحره، پس با هی جیمی باید باشه. اما مثلا میگم یه نشونه خوب این ازه. اصولا از قبل از کلمه بحر به معنی برای میاد. از بحر چی این کارو کردی؟ از بحر تو. آها میبینی، از برای تو، مواظبش باشید. اصلا از بحره یعنی به خاطر و برای. پس از نشونه بحر برای، و برای بحر دریا، کشتی و موج و طوفان و اینا. میخوام بگم چشاتو باز کن، میدونم که چشات دوچه نمیبینی ولی دقت کن. اما بریم یه نکته بگیم، خوندماغ شیم یکم. ها میگه در خبر است از سرور کائنات. من بگیرید، آها، میگه در خبر است از سرور کائنات. کیو میگه؟ حضرت محمدو میگه. و مفخر موجودات. مفخر یعنی چیزی کسی که بهش افتخار کنی، مورد افتخار، کسی که بهش فخر ببرزیم. مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان. What is the صفوت؟ بیا اینجا میخوام خوندماغ چی. صفوت یعنی برتر، یعنی برگزیده. استاد بلند صفوته. صفوت صفت نیستم، صفوت یعنی برتر و برگزیده. کجا داشتیم استاد؟ اگه پیداش کنیم، این آخرین فایلی که باید باز کنیم اینجا. بیا کار و انرژی دیگه چیه؟ آها، فایق، برتر، برگزیده، پیروز. پس چی هم میشه؟ صفوت هم میشه و صفوت عالمیان. خیلی عوضی بازی ها. یعنی یه لغت رو از یه جای درس برداری، با یه لغت دیگه یه جای درس، این دوتا رو بهشون ارتباط بدی. مواظبش باشین، این اتفاق بارها افتاده است. اینم از این. و تتمه. تتمه یعنی چی؟ یعنی باقی مانده، یعنی خودمونی استفاده میکنیم. حالا چی میگه مفهومه به جز این لغت های مهمی که داره؟ هیچی. بیانه ویژگی های ای فهمیدیم دیگه لور. وای دم شما گم. وای اینو بدیم من دوستان اینو بگم. به به آقا دم شما گم، ببخشید زحمت شما هم شد بیاده، ولی خب باش دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. بابا دوست کنم والا. ایشالله که همه این جمعی که آقا دمش آگم عزیز داره من فدات بشه، مبارک باشه. به خدا همه شرمنده که من از همه تشکر میکنم، همه دوستانی که زحمت کشیدن، بانی های مجلس، اینه که آره تدارکات جیا، ممنونم. دست همه تون درد نکنه. ایشالله همه این جمع رو تو شادی هاشون جبران کنیم. ایشالله این بچه هایی هم که دارن ما رو میبینن یه نتیجه خیلی خوب تو کنکورشون بگیرن. آرزوی جز این نداریم. ما هم تمام تلاش رو میکنیم. میدونم کل مجموعه کلایف تمام تلاششون اینه که یه نتیجه خیلی خوبی حاصل بشه. منم به شخصه میگم
تو کلاسم سعی میکنم کم نذارم، ایشالله که همینطور باشه. ممنونم از شما، از همه تشکر میکنم استاد، خیلی لطف کردید. دم همتون گرم، ایشالله که همه از شر این کرونا راحت بشین و بعدش هم ایشالله که همه اونایی که پول میخوان به پول برسن، اونایی که کنکور میخوان به کنکور برسن، آخرش میفهمن همه چی پوله. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، بعد ببرن یه منتقل کنیم به پشتنه، منتقل کنیم، دست شما در نکنیم، چون که دیگه نیمه، قرمونت برم، مرسی، دم شما گم، مرسی، خوشتا خیلی ممنون، یه یه عکس بگیم، نمیم، آره همه بیاییم که، بیاد که نزم، خوشتا جم بیاییم دیگه، تایی که بکنم، حتی دست ها همین جا دیگه ترده، آقا خیلی، بچه ها دمه شما گرم، اینجا را کجا پیدا کردید؟ آره بابا چیز دیگه، مدرسان تهران یادمه. آره بچه اونجا اینا، آره شاگرده های ساله قبل، مواجه به خودتون باشید. آره من چطور کنم بقیه درستان بگیم؟ دمه شما گرم، مرسی استاد، خیلی ممنونم. همچنان لایبه؟ ادامه بدید، یه 5 دقیقه 10 دقیقه داریم. ممنونم از همه همیهنان عزیز، دوستان که صحنه رو دیدن، خیلی لطف کردین، همه دوستان، همه دست‌اندرکاران، مرسی، ایشالله که تولد همه تون مبارک باشه. بریم سراغ ادامه درسمون، وقت مبارک منو نگیرید بچه ها. صدا من یه جا دیگه هم داره پخش میشه. آره؟ سونو رو میگم بگیریم. آقا ممنونم، مرسی، دم همه تون گم، استاد ممنونم. آقا بیاین اینجا ببینم، همه حرفم رو زدم، مفهومم نوشتم اومدن تو، خیلی خوب شد. نه؟ حالا بیایم به افتخار این روز میمون و مبارک یه مفهوم بسیار مهم من بهتون بگیم، یه لغت خیلی کلیدی و مهم. شفیع مطاع نبی کریم قسیم و جسیم و نسیم و وسیم. آقای پازوکی میشه فارسی صحبت کنی؟ بله. بیا اینجا ببین چه خبره. آقا ما میخوایم در مورد لغت‌های داخل این بیت خیلی حرف‌ها بزنیم، پس بیاین با من باشید. آقا شفیع یعنی شفاعت کننده، قبول؟ مشکلیه؟ نه. مطاع یعنی فرمان روا. من نگاه کن، فرمان روا یعنی چی؟ یعنی کسی که ازش اطاعت میکنیم. پس یارو چیه؟ اطاعت شده. پس اطاعت شده را مینویسم. از طرفی اینو نباید با چی قاطی کنی؟ باریکلا، با مطیع. مطیع یعنی چی؟ فرمان بر، اطاعت کننده. فهمیدی چی میگم؟ مواظب این باش. از طرفی خانم چیز مثلا سری گرفتمش، خب بیا اینجا، بلد نیستیم دیگه، بیا. قسیم، جسیم، نسیم، وسیم، این ستا رو مواظب باشید. قسیم یعنی خوش اندام، خوش هیکل، قسیم یعنی صاحب جمال، صاحب قیافه، خوش چهره می نویسه واسط. یه ذره آب بخورم، هیچ ایرادی نداره. بنظرم حتما چشم، شما نگی هیچکی نمیگه به ما، مرسی. قسیم یعنی صاحب جمال، خوش چهره. جسیم از جسم میاد، خوش اندام. نسیم یه بادی میاد، خب یه بویی هم میاره، خوشبوه. وسیم یعنی دارای نشان پیامبری. مواظب باشید این وسیم و این قسیم رو با هم قاطی میکنن. یه بار دیگه، قسیم و وسیم. قسیم خوش چهره، وسیم دارای نشان پیامبری، مثل خودم. پس قسیم، جسیم، نسیم، وسیم با هم قاطی نشه. 98 داشتیمش تو کنکور، تو رو امام حسین، مواظبش باشید. حله؟ اوکی؟ بچه ها امیدوارم استفاده برده باشید. تو کامنت ها نظری، مفهومی، چیزی، سوالی، هرچی هستش برای ما بنویسید. امیدوارم کلاس خوبی بوده باشه. من سعی میکنم همیشه استفاده کافی و وافی رو ببرید از این کلاس. میگم همیشه، حالا بچه ها شاهدن همه توی استودیو،
سعی میکنم میام کلاس اصلا لفظ خالی نداشته باشه، یعنی ثانیه‌ای صدا خالی نیستش، من دارم همش حرف میزنم، همش دارم نکته میگم. این خودش خیلی سخته، ولی فقط به امید اینکه شما نتیجه بگیرید. دوستان از هر کتاب تستی که دارید، یکی خیلی سبز داره، یکی گاج داره، یکی میکرو داره، یکی آی کیو داره، هر چیزی که داری تستای درسی که 12 رو شروع کن، ستایشو کامل بزن. من همه چی رو برات نوشتم، فیلم‌ها رو اگر عقب موندی ببین. اونایی که کتابو میخوان خب برن زودتر کتابو تهیه کنن یا جزوه رو زودتر پرینت کنن توشون بنویسید. نوشتن خیلی به یادگیری شما کمک میکنه. امیدوارم که خوب بوده باشه کلاس. بریم یه سری هم به کامنت ها بزنیم. امیدوارم که همتون موفق و مؤید باشید. و اوه چه خبره، چیکار کنیم؟ اینجا تولدمون رو تبریک گفتین و مخلصم. ایشالله که تولد مبارک پدر پازوکی، چاکرم. انشالله 120 ساله بشیم. ممنونم همتون، مرسی از لطف و محبتتون. انشالله 1000 سال عمر با عزت. ممنونم، انشالله شما هم همینطور. دم شما گرم. مرسی مرسی مبینا، میسم، نمیدونم مبینا، فاطمه، فائزه، ماندانا، ریحانه، حامد، نمیدونم ملیه و ابوالفضل و سایر بستگان و وابستگان از همه خانواده ها، خانواده بیرانوند، خانواده رجایی تبریک گفتن، از نسیم خانوم، اون یکی نسیم کریمی، بعد دیگه آره. خلاصه میگم فامیلاتون همه اومدن. دم شما گرم، مرسی. میگه دمت گرم پدر معنوی، چاکرم. دم شما گرم، مرسی. انشالله که نتیجه بگیریم. هفته دیگه میبینمتون. انشالله توی هفته آینده خدمتتون عرض کنم که یه جبرانی خیلی خوبی هم خواهیم داشت. من اعلامش کردم پیش پیش، یه جبرانی خیلی خوبی داریم، درسمون جلو میفته، ایشالله که بتونیم نتیجه خوب بگیریم. کلایو ردی هم آره اعلام کنم، راستی چه خوب شد به من گفتید. کلایو ردی رو یه اسمش اومدم وسطش آقای قاسمی، ولی بچه ها بدون پروژه جدیدیه، فوق العاده است. یه مرحله ازش رو دیدید، شب آزمون های در واقع آزمایشی که برگزار میشه، یکی دو شب قبل چهارشنبه ها، چهارشنبه های منتهی به آزمون های گزینه 2، سیاوش پازوکی کلاس داره. کلاسش چیه؟ کلاسیه که تحلیل آزمون های سال قبل برای آمادگی توی آزمون کلایو ردی دیگه حله. انشالله اونم بهتون کمک بکنه. میدونم که برای همه هم ظاهرا چیه، رایگانه، هر کی دلش میخواد دوستاشم بیاره و شرکت بکنه. این کلاس هم که کلاس بچهای خودمونه، قطعا نتیجه های خیلی خوبی میگیریم آقا تو این کلاس. دم شما گرم، دم همتون گرم، مرسی از همه. ایول، روز روزگارتون خوش، خداحافظ، دمتون گرم. کلایو، کلاس لایو.